سال جهش تولیده باید در حد تحمل ما مالیات جوری عکس بکنیم که اصل تولید صدمه نبینه اصل تولید باقی بمونه خب پس مالیات ما محدودیت دولت اگه بخواد از بانک مرکزی پول بگیره کاری براش داره خب دولت قبلی آمد پنجا هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد پنجا هزار میلیارد تومان برای مسکن استغراز کرد با پول پرفشار خب ما می قدرته داریم ولی ما دستمونه به سوی بانک مرکزی هیچ وقت دراز نکردیم تو این هفت سال ما دست به سوی استغراز بانک مرکزی دست دراز نکردیم دنبال پول پرفشار نرفتیم خب حالا باید چجوری رو اداره بکنیم وقتی مالیات اینجوریه وقتی پول پرفشار به مسلحت نیست یا باید اوراق منتشر بکنیم یا باید سهام بفروشیم یا باید نفتمونه بفروشیم ما داریم هر سه کار انجام میدیم ما اوراقمونه داریم میفروشیم اوراق خزانه الان پنجا و هزار میلیارد تومون اوراق خزانه از اول سال تا حالا فروختیم باز هم هرچه لازم باشه اوراق خزانه رو میفروشیم به همدلله یک روش و شیوه است که هم قانون اون رو امضا کرده هم دولت پیشنهاد کرده سهام رو داریم میفروشیم سهام دولتی که البته ما معتقدیم که باید اقتصاد به مردم واگذار بشه این اصل ما هست از اول دولت 11 ما ما دنبال بودیم الان هم دنبالیم به حمدالله وضع فروش سهام ما وضع خوبی هست بازار بورس ما یک بازاری هست که همیشه ما مراقبت میکنیم همیشه در دولت به یه مناسبتی من تأکید میکنم مخصوصا به وزیر اقتصاد به رئیس بانک مرکزی به دوستانی که در شورای عالی بورسن همیشه باید مراقبت میکنم. و مراقبت هم میکنن متهم مردم بدونن این ذات بازار بورس خط مستقیم تو بورس تحقق پیدان تو اقتصاد تحقق پیدا نمیکنه یه خطی باشه همجوری مستقیم بره بالا این خط شکستگی داره میاد پایین میاد بالا مهم اینه در طول سال به سمت بالا باشه به سمت پایین نباشه و انشاءالله خواهد بودین ما این رو حفظ میکنیم برای مردم